چهار نفر باید رازنگهدار باشن. چهار نفر. یک غسال. امروز یک میتی رو دفن کردیم. یه نفر که رفته بود بالای سر میت خیلی حرف زشتی زد. خیلی ناراحت شدم. آمده بود تو جمع تعریف میکرد. که این میت ورم کرده. اعضای بدنش ورم کرده. همجور اسمی بود. که من رسیدم. جاهایی که نباید بگه. اسرار میت. چرا گفتن غسال باید قومخیش باشه؟ اگه پدر من فوت کرد من باید غسالش باشم. چون زیر لباس اسراری داره که نباید دیگران بفهمن. سنت اینه. این که غسال بیگانه میاد پدر منو میشوره، این خلاف سنته. اسرار پدر و خانوادگی من فاش میشه. من زیر لباس نمیدونم چه دارم. شاید عیبی زیر لباس دارم. غسال باید رازنگهدار باشه. دو، پزشک و طبیب زن و مردش مراجعه میکنن، اسرارشون میگن، رازنگهدار باشه. عالم، مردم، سوال شرعی، مشکلات خیلی حساس، باید راز نگهدار باشه. و ماما، دایه، خیلی خطرناکه. دایه که سر هنگام وضع حمل حاضر میشه، ماما باید راز نگهدار باشه. تا 40 روز رفت آمد میکنه تو اون خونه، خصوصا دایه های محلی. در زمان امام مالک بود رحمت الله علیه، میگن یک پیرزن غسالی رفته بود که یک زن میتی رو غسل بزنه. شروع کرده بود از پاهاش و از این طرف و اون طرف و شکمش تا رسیده به شرمگاه اون زن. وقتی به شرمگاهش میرسه شروع کرده به تمیز کردن شرمگاهش، حالا شستشو دادن. بعد میگه چقدر این شرمگاه زنا کرده، تا میگه چقدر این شرمگاه زنا کرده، دستش میچسبه به رون اون زن. هر کاری میکنه جدا نمیشه. این طرف اون طرف بعضی گفتن باید دستش این قسمتی بریده بشه، گفتن نه این زنده است، باید ران میت چیده بشه، اون مرده است. و هر کسی یک چیزی گفت. خبر به امام مالک رسید رحمت الله علیه. گفت که ازش بپرسید زمانی که این غسل میداده اون میت بهتان نزده، حرفی نزده، پیرزن به گریه افتاد. گفت شلاق ببرید حد بهتان رو بهش بزنید تو همون حمام. 80 ضرب شلاق که بهش زدن دستش جدا شد. اگر حسنات به دست میاریم حفظش بکنیم، مواظب نگاه هامون، قضاوت هامون، پیش قضاوت هامون، زبان هامون قاضیش نکنیم. خدا زندانیش کرده این زبان، این دندان ها میله های آهن. بعد دو تا در بیرونی هم گذاشته که هم بیرون بی خود و بی جهت بیرون نیاد.